همتنان عزیز و گرامی امیدار دارای صحت کامل باشین در جای که هستین و خصوص و کسایی که به خیر مردم است به خیر ملت ماست و خداوند دیگر را هم اصلاح کنه که به میرای خیر ملت ما قدم بگذارن دوستان و عزیز همتنان عزیز ما در ای آخر یک ویدوی نشر شده بود از خانم م اول بانوی اول افغانستان شکر است که حالا فعلا یک نامش که گرفته میشه گم نوش گفشته گپ نگرد خانم نامش دکتر سایب اشتفغنی نمی کنم گفتن بی بی گل مونده قسم که هر که باشه در نام آدم مسلمان نمیشه خو نام میتونه که هر قسم که هست دانیل میکیل نمی کنم مایکل نمی کنم انا نامای خارجیان که باشد مسلمان که شد در نام نام مسلمان نمیسازه قلب قلب ما, ما مسلمان می سازه. اگ نفر اگه نامش مثلا باشه کافر ده شود تو ده اگه مکافر هم کنه اگه مسلمان شده باشه قلب خود خلاص بود قبل درست است و یک معلومات بود بازر از یه میتونم دیگه دفعه بحث کنم خب دوستان عزیز در اینجا اول خو یک خانم میای حاضر میشه مصاحبه میکنه خانم اول مصاحبه میکنه همراه شما وقتی که میگه بلی من قوم پشتون هستم بسیار خطا نشین بسیار دستپایی نشین و هر کس تر جرعت نداره که به خاطر شوهر خودت یک فداکاری رو کنه این یک نشانه از محبتش به شوهرش است که از هویت خود از ملت خود از قوم خود تیر شده و گفته که ما پشتون هستم بسیار جای افتخار است ما خود با اشخاص افتخار میکنم هر کس که بیخار بدون کدام اشتباهی نیستی کدام بگه والا چی سرما خود میزنه و چیزا و ببینین باز پشتش گپ کشیدین که کافر است و نه فهم یهود است و نه فهم هر قسم گپ ها رو میزنین آیا شما از خدا نمی ترسیم؟ اونو خانم قرآن شریف خواند قرآن شریف که ما به گوش هایم شنیدم که قرآن شریف خواند شما باز میگین که اینی کافر است از شما که در سر شما سر مسلمانی شما هزار بار شرف داره مسلمانیش که قرآن شریف خواند روایت تشریم کرد ترجمه کرد یعنی از این که هم چی میخواید چیزیاتر بخواید میایه به مو احترام ملت چادر در سر خود میکنه اگه شما خارجیان ها میگینشه چادر اگر خود میپوشه اون امان دیدین که مو امان خان و خان میگفتین یادتان است ای که ملت آزاد کرد این مسئله یه لایده است این قبول داریم اما اون رفت خانم خود به سر, سر, لچ آورد قلوچ و سر لچ از آوردش از اروپا بیادر گفت که اینی ای قسم اصل باید آدم زندگی با مو خوش میبودین؟ میبینین نه؟ امی خانم بیچاره می سازم رایتان دمو هوای خرابتان دمو گلای دمو کل چیز یک کس دیگه می بود برو قنی جان رایت دی من اینجا در امریکا زندگی آرام دارم خانه جایز نی چرا خود درد سر بتون؟ شما درک کنین که یک انسان احساس داره اول خانم شوهر خود بسیار دوست داره که تو داتش بره که داتش میره دوم آمده به خاطر اکونوم درد رنج ملت مردم ما از نزدیک احساس کنه ما میپذیریمش ما من حیث یک افغان سر چشم خود میپذیریمش من حیث یک انسان من حیث یک مادر من حیث یک مادر که رنج ها را دیده در زندگی خود مثل تمام بقیه مادرها را دولات کلان کده و آمده به کشور ما میخوای که ادقل اونجا یک تغییر بیاید و روش کنین که اشتباه نکنین بازی و فری به کسر نخورین هیچ فرق نمیکنه اگر خانم کس از یک جای دیگه می باشه ما چی کار به چی ضرورت داریم ای خانمش از بغداد است ای که از لندن است ای پروبلم ما رو روز حل نمیکنه ما به چی ضرورت داریم به آرامی کی آرامی رو میاره کی بر ما کمک میکنه فریب کسا نخورین فریب کسا نخورین که اشرف غنی آمد واضح گفت که ما به قیمت جانم آمدیم سرمون برم ای ملت جور میکنم کدام مردش میگه کدام مرد دمی از این تمام رئیس جمهورای افغانستان کدام مردش میگه پزده یکیش هم مرد نشده نه؟ غیر جیبای خود پر کن فساد 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 کرزی در بدر کرد افغانستانه خوب تندار عزیز ما گپ دیگه اسو نمیخوایم ببرم صرف موضوع مزمی خانم محترمه خانم اول کشور عزیز ما بود خداوند جور صحت داشته باشش عمر دراز بتیش و ای که اگر به دین اسلام ما نمی بود ما هم رازی کدام مشکل نداشتم خداوند خودش میدانه خداوند خودش هم رای هر کدام ما به موش از اندازه ما و مقسم ما معامله میکنه دوستان عزیز خداوند حافظ ناصرتان جور صحت باشین با امید دیدار در تا دفعه آینده سلام علیکم